بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض خسته نباشید. دارم خدمت محصلین نهایت گرامی. امیدوارم در هر کجایی که هستین صحتمند و تندرست باشین. در خدمت شما عزیزان هستم با هفتمین جلسه از درس مضمون حقوق جزایی اختصاصی یک. درس امروز ما به ادامه مباحث هفته گذشته هست. اگر یاد شما عزیزان باشه، ما در هفته گذشته بحثی به نام مجازات قتل عام داشتیم که ابتدا ما مجازات قتل عام در مطابق به شریعت اسلام در یکی دو جلسه بررسی کردیم. ادامه بحث مجازات قتل عام مطابق به کد جزای افغانستان هست که ما بررسی میکنیم. سه فقره از حالاتی که مرتکب جرم قتل عام به حبس دوام درجه یک و اعدام محکوم می شد ما در هفته گذشته خوندیم. یکی در حالتی که قاتل قتل با برنامه ریزی و ترسط قبلی انجام بده، او حالت سبب می شد که شخص مجازات اشد مجازات یا هم مجازات شدید که مجازات حبس دوام درجه یک و اعدام هست محکوم بشه. در ادامه دومین فقره از ماده 547 کد جزای افغانستان حالتی است که قاتل قتل توسط مواد سمی منفجره یا مواد آتشزا مرتکب می شد. در این حالت هم همو احوال مشدده بود و شخص به حبس دوام درجه یک به اعدام محکوم می شد. سومین موردی که بازم در جلسه گذشته خوندیم این بود که قتل با انگیزه دنی، یعنی با انگیزه وحشیانه انجام بشه، با انگیزه شریفانه نباشه، و در او حالت هم همو موضوع گفته شد که مجازات از او مطابق به ماده 547 کد جزای افغانستان همو اشد مجازات که حبس دوام درجه یک به اعدام میباشه محکوم میشه. در ادامه بس درس امروز ما از فقره چهارم ماده 547 آغاز میکنیم. در این ماده یک قیدی آورده که قتل موظف خدمات عامه به سبب وظیفه یا در حین اجرای وظیفه. موظف خدمات عامه شاید در نزد همه شما سوال باشه که چه کسی موظف خدمات عامه هست و چرا قتل موظف خدمات عامه سبب میشه که قانونگذار اشد مجازات برای مرتکب قتل یا برای همون قاتل در نظر بگیره. اولا موظف خدمات عامه مطابق به فقره سوم ماده چهارم کد جزای افغانستان تعریف شده. گروهی از افراد معرفی کرده که جمع کثیری از افراد یک اجتماع تشکیل میدن که به عنوان موظف خدمات عامه هستند. این افراد در صورتی که در حین انجام وظیفه باشن یا ای که به سبب وظیفه‌ای که انجام میدن حیات از اونا مورد تجاوز یا تعرض قرار بگیره، قانونگذار برای حمایت از این قشر از افراد جامعه آمده مرتکبین قتل از این افراد همو شدیدترین نوع مجازات در نظر گرفته تا ای که تونسته باشه از این افراد در برابر تجاوز و در برابر تعدی دیگران حمایت بکنه. موظفین خدمات عامه میتونیم با مراجعه به کد جزای افغانستان فقره سوم ماده چهارم بشناسیم که چه کسانی هستند. گفته شده که موظف خدمات عامه شخصی است که به اجرای خدمات عامه توظیف گردیده و شامل اشخاص ذیلی باشند. یعنی موظف خدمات عامه کسیه که وظیفه از او انجام خدمت به مردم هست، انجام خدمات عامه هست. حالا این کسانی که وظیفه از اونا انجام خدمات عامه هست چی کسانی میتونن باشن؟ مطابق به همین ماده کارکن دولت، تصدی ها و شرکت های دولتی. هر کسی که جز کارکنان دولت باشه، جز تصدی های دولتی و شرکت های دولتی باشه در جمله موظفین خدمات عامه قرار میگیره و همین تعرض بر علیه حیات از اونا از جمله حالات مشدده محسوب میشه. دوم، کارکن مؤسسات عامه یا تشبثاتی که خدمات عامه را ارائه میکنن. کسانی که خدمات عامه را ارائه میکنن، تشبثات یا همو مؤسساتی که فعالیت از اونا انجام خدمات عامه هست،
اعضای ارکان دولت و اعضای نهادهای انتخاباتی. منظور از او از اعضای ارکان دولت میفهمیم که خود دولت متشکل از 3 رکن است: قوه قضاییه، قوه اجراییه و قوه مقننه، که اعضای از اونا همه جز موظفین خدمات عامه میشن. همچنین کارمندانی که در نهادهای انتخاباتی فعالیت میکنن جز موظفین خدمات عامه محسوب میشن. دیگه قاضی، سارنوال، وکیل مدافع، حکم، اهل خبره و سایر اشخاصی که تصادیقشان معتبر شناخته شود. یعنی که اولا که قاضی و سارنوال و وکیل مدافع، حکم و اهل خبره، اینا که مشخصن، اینا موظف خدمات عامه هن. اما کسی که تصدیق از او معتبر شناخته بشه، او هم قانونگذار مورد حمایت قرار داده. یعنی شخصی است که ممکن است وکیل گذر یک محل باشه، وکیل محل باشه، اما تصدیق از او در هر سندی که باشه، در پیشگاه محکمه اعتبار داشته باشه، او شخص هم در جمله موظفین خدمات عامه محسوب میشه. و یا شخصی که رسما به انجام خدمات عامه موظف شده باشه. اینا لیستی از موظفین خدمات عامه هست که قانونگذار مورد حمایت قرار داده. و اگر کسی قتل انجام میده، یعنی تعرض به حیات از اینا میکنه، او شخص مستوجب مجازات شدید که همون اعدام یا حبس دوام درجه 1 هست محکوم میشه. موضوع دیگه که گفته شده که به سبب وظیفه یا در حین انجام وظیفه باشه، میبینیم قید زمان چی ذکر نکرده. مثلا ممکن هست یکی از موظفین خدمات عامه در مدتی که در تعطیلات هست مورد تعرض قرار بگیره. در این جی هم در شرح کد جزا آمده که او هم کسی که بر علیه از او شخص هم تعرض میکنه در جمله همین فقره قرار میگیره. مثلا روز جمعه هست، در یکی از سارنوالا مورد تعرض قرار میگیره. خب چون به سبب وظیفه ای از او هست، یا یک قاضی یا بالاخره یکی از موظفین خدمات عامه که ما اسم از اونا در لیست گفتیم، اونا مورد تعرض قرار میگیرن. چون به سبب وظیفه ای هست که انجام میده، هر چند در حین وظیفه نیست، به زمان خارج از زمان وظیفه هست، باز هم کسی میایه همچون عمل علیه از اونو انجام میده، مجازات از او همین مجازات شدید هست. پس علت هزی که قانونگذار آمده مجازات شدید در برای کسانی که مرتکب قتل موظفین خدمات عامه میشن در نظر گرفته، حمایت و مسئولیت موظفین خدمات عامه در برابر همین تهدیدات و در برابر موانعی که احتمالاً در سر راه وظیفه از اونا به وجود بیایه میباشه. و گفته شده برای تحقق این امر شرط است که شخص مرتکب موظف خدمات عامه بودن خود علم داشته باشد، زیرا در صورت عدم علم شدت مجازات در امید به توقف نمیابد. و شخصی که مرتکب قتل موظف خدمات عامه میشه باید علم داشته باشه که همین آدم موظف خدمات عامه هست. در غیر از او باز این ماده در مورد از او تطبیق نمیشه. و ادامه بحث، فقره پنجم ماده 547 گفته شده که قتل بیش از یک نفر با قصد و فعل واحد. شخصی میایه گروهی از افراد که بیش از یک نفر باشن، یعنی 2 نفر شامل همین ماده میشه، بیش از یک نفر باشن، کسانی میایه با یک عمل به قتل میرسونه. مثلا یک اجتماعی، در یک اجتماع یک گروهی از افراد جمعن، میایه با پرتاب یک ماده منفجره یا یک بمب، میایه تمام از اونا را از بین میبره. قتل در همچون حالتی هم از جمله حالتهای مشدده محسوب میشه، از جمله حالات محسوب میشه که قانونگذار مجازات شدید برای مرتکب در نظر گرفت. پس قتل که بیش از یک نفر در او باشه، خب امروزه زیاد اتفاق میفته متاسفانه که کسانی که مرتکب همچون اعمال میشن، حال بنابر هر دلیلی مجازات اعدام برای از اونا در نظر گرفته نمیشه یا همون حبس دوام درجه 1.
ما روزانه شاهد هستیم که در هر جای مثلا میبینیم مسجد یا در داخل شفاخونه و هر محیطی وارد میشن با استفاده از مواد منفجره جان تعداد زیادی رو میگیرن. هرچند او جرایم در جمله جرایم تروریستی هم هست، مجازات جرایم تروریستی هم خب باز وقتی که مطالعه کنیم میبینیم که جرایم تروریستی هم مجازات از اونا اکثرا اعدام هست. خب بازم بنابر ملحوظات تطبیق نمیشه، یا ای که اگر تطبیق میشه ما نمیبینیم اثرات مثبت از او در اجتماع، به خاطر از اینکه اگر قانونی اثر از او اثر داشته باشه و بتونه درست تطبیق بشه باید روز به روز آمار همین جرایم کمتر بشه نه ای که بیشتر بشه. و ما خیلی در این اواخر شاهدیم که قتل های دست جمعی یا کسانی میایم گروهی به صورت یک جاهی از بین میبرن. پس یکی از حالاتی که حال کد جزای افغانستان پیش بینی کرده ای هست که قاتل با یک فعل واحد میایه چندین نفر را از بین میبره، او هم با قصد قتل همر قصد قتل همر داره و همه را از بین میبره. فقره ششم همین ماده قتل توهم با جنایت یا جنحه دیگر شرط کرده. گفته شده که هرگاه قاتل همزمان به زمان قتل خیش مرتکب جرم دیگری نیز گردد، بر اساس فقره شیش و همین ماده مجازات از او همو اعدام و حبس دوام درجه یک می باشه. در اینجا قانونگذار قاعده جمع بین مجازات ها در نظر نگرفته و صرفا توهم بودن یک جرم با جرم دیگری شرط کرده، یعنی که شرط شده که باید این جرم همزمان باشه با چی؟ با جرم قتل. لذا باید فاصله زمانی اندک اتفاق بیفتد نه فاصله زمانی زیادی. پس شرط اینجوا گفته قتل توأم با جنایت یا جنحه دیگری باشه، یعنی که همزمان باشه. هدف قانونگذاری بوده که همزمان با جنایت و جنحه دیگر مرتکب جرم قتل بشه. اما فاصله زمانی اگر زیاد باشه خب باز او بحث تعدد جرایم میشه و از این مسئله خارج میشه. منتها هرگاه فرض مثال قاتل به خاطر سرقت مثلا در شب مرتکب قتل میشه، به خانه وارد میشه، ابتدا اعضای خانواده را از بین میبره، بعد از او مواد سرقت میکنه، مواد مثلا جان افراد از بین میبره و همه اشیایی که لازم داره سرقت میکنه. شرط است که بین هر دو فعل جرمی قصد وجود داشته باشه، یعنی شخص با قصد قتل و همچنین قصد ربودن مال وارد خانه شده باشه. پس هرگاه قتل توأم با جنایت یا جنحه دیگر اتفاق افتاده باشه در او حالت هم مجازاتی که پیش بینی شده برای از او اشد مجازات هست. و گفته شده که قتل در جریان سپری نمودن مجازات قتل عمد دیگر باشه، یعنی که در فقره هفتم کد جزا آمده که هرگاه قاتل در زمانی که مجازات قتل عمد برای از او در نظر گرفته شده و در حین تطبیق است، مثلا در زندان هست و باز هم در همون جی مرتکب یک قتل دیگری میشه، قتل عمد دیگری میشه، بازم چون میفهمیم که هدف از مجازات یکی از اهداف از او اصلاح مجرم هست، وقتی مجرم به مجازات جرم محکوم میشه و این در زندان به سر میبره به این معنی که این شخص باید نادم شده باشه، از عمل خوب پشیمان شده باشه و این عملی که انجام داده بدانه که همین مجازاتی که برای از او در نظر گرفته شده سزای همون عمل زشتی است که او مرتکب شده. این شخص با وجود از این که به این عمل خونادم نیست، دوباره در حینی که مجازات جرم اولی باری از او تطبیق میشه مرتکب عین جرم میشه، یعنی ابتدا به مجازات جرم قتل محکوم شده و بعد دوباره میای عین جرم مرتکب میشه. در این جهت هم قانونگذار به این
نظر رسیده که منطقا این آدم اصلاح پذیر نیست و در زندان هم نتونسته، یعنی زندان هم نتونسته این آدم اصلاح کنه و دوباره مرده که به قتل شده، پس مجازات از این آدم هم مجازات شدید است که همو حبس دوام باشه، حبس دوام درجه یک و اعدام. هشتمین گزینه یا هشتمین موردی که پیش بینی شده برای شدیدترین مجازات، بحث مثله نمودن جسد بعد از قتل هست. حرمت انسان و کرامت انسان حتی بعد از اینکه انسان از بین میره، جسد از و حرمت میت در نزد در آموزه های دینی بسیار اهمیت داره، تذکر داده شده. همچنین در اسناد ملی و بین المللی حرمت اجساد و احترام به از اونا خیلی تاکید شده، مخصوصا زمانی که موضوعات مربوط به حقوق بشر دوستانه مطالعه میکنیم در بحث جرایم جنگی کسانی که مرتکب میشن. خب اکثرا افرادی که در جنگ هستن و یا کسانی که مثلا مرتکب جنایات جنگی میشن یا در حین جنگ میباشن، خب به خاطر همو چی رقم بگم، به خاطر همی حس انتقامی که در وجود از اونها هست، ممکن هست وقتی یک فرد با وجود ای که از بین میبرن هنوزم خشم از اونها فروکش نکنه و همو اعمال وحشیانه تر باله از او مرتکب بشن، یعنی که اعضای بدن از او گوش و بینی و مثلا ببرن یا که قلب از او بیرون کنن یا جسد از او تک تک کنن. اینو حالت مثله نمودن، مثله نمودن در حقیقت همو بریدن گوش و بینی معنی میده. اما ممکن هست هر توحش یا هر وحشیگری دیگری در بالای جسد یک شخص مقتول انجام بدن. قانونگذار به خاطر حرمت به اجساد این عمل منع کرده و خود شما می فهمید که مثل نمودن یک جسد حالت عمق یک توحش وحشیگری نشون میده که یک انسان تا چقدر میتونه سنگ دل باشه و همو حالت های حیوانی در وجود از او باشه که بتونه بعد از اینکه میدونه همی آدم که به قتل رسیده، همی آدم که مرده، دیگه هیچ کاری از او، یعنی دیگه هیچ عملی از او سر نمیزنه، بازم بی حرمتی میکنه به کرامت از او، به شخصیت از او، به همو جسد از او و او اعضای بدن از او جدا میکنه. در صورت قانونگذار به خاطر حمایت و احترام به اجساد ای عمل منع کرده و مجازاتی که برای از این پیش بینی کرده همون مجازات شدید اعدام و حبس دوام درجه یک است. در ادامه گفته شده که قتل اصول توسط فروع در حالت خود شما می فهمید که اصول یعنی کسانی که اصل یک شخص می باشن، مثل پدر، مادر، پدر کلان، مادر کلان، اینا اصول یک شخصن و در قسمت احترام به والدین، در قسمت حرف شنوی از والدین و امثال از او تاکیدات بسیار زیادی در اسلام شده و همچنین در آموزه های انسانی احترام به والدین خیلی تذکر داده شده و از لحاظ اخلاقی، از لحاظ عرفی و همچنین از لحاظ هرچی که مطالعه بکنیم میبینیم که احترام به پدر و مادر با توجه به زحماتی که اونا در قبال فرزندان خود میکشن یک امر حتمی و ضروری هست. اما فرزند در او مرحله از سنگدلی و او مرحله از میرسه که سبب میشه مادر خو یا پدر خو به قتل برسانه، خب اولا تمام همه ارزش های انسانی رو زیر پا کرده، تعرض به کسی کرده که فرض مثال زحمت از او، یک عمر زحمت از او کشیده، حیات کسی رو از بین برده که سالیان سال ناز از او کشیده و به هر طریق در اونجی قانونگذار آمده مجازات شدید برای همچون فرزندی و همچون فرع در نظر گرفته که سبب شده پدر و مادر خود یا اصول خود از بین ببره. در
آموزه های دینی در قرآن شریف، حتی اف گفتن در مقابل پدر و مادر هم یک بار بسیار سنگینی داره. از لحاظ بس احترامی که بس کنیم، اگر کسی در مقابل مادر خوب اف میگه، با صدای بلند صحبت میکنه در مقابل پدر و مادر خوب، سر پدر و مادر داد میکشه، بیا امثال از این همه تقبیح شده، چی برسه به ای که یکی سبب بشه حیات پدر و مادر خور، والدین خور از بین ببره. به همین خاطر قانونگذار اشد مجازات برای همچون فرزندانی در نظر گرفت. و در گزینه آخر، قتل به منظور تسهیل جنایت یا جرم دیگری باشه، این حالت هم قانونگذار منع کرده. کسی میایه فعل را انجام میده که زمینه یک جنایت دیگر، قتل را انجام میده که زمینه یک جنایت دیگر مساعد بسازه. تسهیل امو آسان ساختن، تمهید تسهیل زمین امو او زمینه فراهم میسازه که تا یک قتل دیگر مرتکب بشه، یک فعل جنایت دیگر مرتکب بشه. مثلا میایه محافظ یک فرد از بین میبره تا ای که او قاچاق بکنه یا اختطاف بکنه و امثال از این. ممکن است جنایات دیگری خواسته باشه مرتکب بشه، در اونجی هم قانونگذار مجازات شدید برای همچون فرد در نظر گرفته. پس در این درس ما مجازات قتل عمد در با توجه به کد جزای افغانستان بررسی کرده. دوستان عزیز، بحث قتل عمد در همه قسمت به پایان میرسه. ما ابتدا قتل عمد از زمانی که درس قتل عمد شروع کردیم مطابق به شریعت اسلام بررسی کردیم، مجازات از او در شریعت اسلام، بعد از او در کد جزای افغانستان و مجازات از او در کد جزای افغانستان. امیدوارم که موضوعات مربوط به قتل عمد مفید بوده باشه. شما عزیزان اگر خواسته باشیم مطالعات خود در این زمینه بیشتر کنیم، میشه که کتاب های جزای اختصاصی که جرایم علیه اشخاص سر بس میکنه مطالعه بکنیم. در کنار از اون معتبرترین سندی که در حال حاضر وجود داره شرح کد جزا هست، جلد سوم شرح کد جزا رو باز بکنین، صافت از اون هم پیش مه هست، هر کدام خواسته باشه من در خدمت شما عزیزان قرار میدم. از شرح کد جزا بس قتل هم در مطالعه بکنین، بسیار به صورت جامع و همه جانبه بس کرده. از حوصله مندی و توجه همه شما عزیزان سپاسگزارم. در هر کجایی که هستین صحتمند و تندرست باشین و ایام به کامتان باشد. خدا حافظ و ناصر.